به عنوان یک دانشجوی بین الملل وقتی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا شما اقدام به درخواست پذیرش می‌کنید، باید مدرک زبان مثل تافل یا آیلتس رو ارائه بدید. در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بسیاری از دانشگاه‌های مختلف پذیرش مشروط صادر می‌کنند برای اشخاصی که مدرک زبان انگلیسی مثل تافل و یا آیلتس رو ندارن. پذیرش مشروط یعنی چی؟ دانشگاه مثل هر کیس دیگه، مثل هر دانشجوی دیگه، شرایط تحصیلی شما رو بررسی میکنه. اگر من و شما امروز با هم اقدام کنیم برای یک دانشگاه در یک رشته، هر دو شرایطمون از طریق دانشگاه بررسی میشه، به یک جایی میرسه که دانشگاه میگه منی که اینجا در آمریکا تحصیل کردم و دبیرستانم و دوره های مختلف تحصیلی رو گذروندم، نیاز به مدرک زبان انگلیسی ندارم. اما شمایی که در خارج از آمریکا تحصیل کردید و حالا میخواید در آمریکا ادامه تحصیل بدید، نیاز به مدرک زبان دارید. حالا پذیرش مشروط به اینجا میرسه که میگه دانشگاه این حق رو به شما میده، یا این گزینه رو باید بگم، این حق انتخاب رو به شما میده که بر اساس نداشتن مدرک زبان مثل تافل یا آیلتس تمام شرایط تحصیلی شما رو قبول میکنه و میگه من به شما پذیرش میدم، شرط بر این که در زمان ورودتون به آمریکا در دانشگاهی که خودش هستش، در اون دانشگاهی که شما اقدام کردین، ابتدا کلاس های زبان رو سپری میکنید، مینیمم خودتون رو میرسونید به استانداردی که دانشگاه از لحاظ زبان انگلیسی نیاز داره و پس از سپری کردن اون دوره ها میتونید ادامه بدید به تحصیل در رشته خودتون. به این میگن پذیرش مشروط و کاملا متفاوت هست با پذیرش زبان انگلیسی. برای اینکه بیشتر بدونید خوشحال میشیم سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. فرم ارسال درخواست ما رو از طریق وبسایت و یا از طریق دانلود اپلیکیشن ما تکمیل کنید. خوشحال میشیم پاسخگوی شما عزیزان باشیم. ممنونم.